چی باعث میشه که یک از اولادای ما، یک از پنج اولاد ما، یکیش کمرو باشه بله و یا خود من به عنوان یک مادر یک فرد کمرو باشم، به عنوان پدر یک فرد کمرو باشم؟ دلایل از می توانیم ببینیم کمروی ارثی نیست که ما بگیم از پدر و مادر به ارث میرسه. کمرویی آموختنیه، یاد میگیره در محیط خانواده. خب اول که پدر اولاد که چشم باز میکنه در خانواده است دیگه. اگر پدر و مادر کمرو داشته باشه، در تعاملات اجتماعی اونها رو یاد میگیره و این خود به خود در کودک القا میشه، کمرویه یاد میگیره از دور بر خود، از پدر و مادر خود. پس بنابراین کمرویی ارثی نیست، ولی خانواده به تاثیر نیست در آموزش کمرویی. و یا اینکه کودکانی که ترس از شکست داره، وقتی که در داخل مکتب ممکنه مسخره شده باشه، ممکنه چند دوره ناکام شده باشه در درس، این باعث میشه که همیشه بترسه از جمع. ممکنه یک وقت معلم سوال کرده جواب بلد نبوده، دیگران دو خنده کرده و این باعث میشه که هیچ وقت دست خود برای سوال بلند نکنه، حاضر نشه در بین یک جمع سوال کنه. و یا اینکه وقتی در جمع حاضر میشه، همه علائمی که گفتیم، ترس و دلهوره و استراب و سرخ شدن چهره را فرا میگیره. پس گاهی وقتها شکست هایی که ما تجربه کردیم در مابین جمع باعث میشه که ما از حضور دوباره در یک جمع بترسیم و دچار کمرویی شیم. پس اگر اولاد شما یک وقت دچار مشکل در خانه، یک لغزش کرد، مثلا یک محفلی بود، اولاد شما چای آورد، پای لیس خورد و افتاد، خب این ممکنه خجالت بکشه و برای بار دوم و سوم حاضر نشه که اولاد شما کار کنه. شما این شکست بسیار ناچیز بگیرین، بسیار نادیده بگیرین، خیر چیزی نشده. من که اون مادر دستم ممکنه پیش بیایه، پدرت هم باشه ممکنه پیش بیاید، هیچ مشکلی نیست. اولاد خود سرزنش نکنید، چرا که سرزنش کردن باعث میشه که او از اون شکست خود بترسه و هیچ وقت این شکست از ذهن از او پاک نشه و هر وقت که میخواد یک کار دیگه انجام بده، او شکست باز در ذهن از او بیاد که نکنه این دفعه هم باز ما یک خرابکاری کنیم، دوچاره یک شکست دیگه شم. باز متاسفانه خانم الزاده بزرگوار یک رقم است در بین برخی از خانواده های سنتی و پدر مادر هایی که ناآگاه هستن، که اگر یک کار مثلا اولاد اشتباه انجام بده، به شدت با او برخورد میکنن که چرا این کار کردی، تو دیگه فلان روزی کار کردی، بازم اون کار میکنن، همیشه به یادش میندازن که توی کار کردی. اما اگر خود پدر یا مادر نمو اشتباه رو انجام بده، انسان است دیگه و ممکن است اشتباه کنه، میگه مثلا قضا بلا بود، چیزی نبود، مسئله ای نبود، و نه تنها ملامت میکنن من اولاد خوده، که به اولاد خود آموزش میدن که تو هر کاری بکنی بد است، و اگر نمی کار، اگر یک نفر دیگه اگر ما انجام بدم، هیچ کدام عیب هم نداره. بله. باز این چقدر در اعتماد به نفس نمو من چه همه اینا اعتماد به نفس خان باید من چه تمام مشکلات روحی روانی اعتماد به نفس است. متاسفانه وقتی پدر و مادر اولاد خود در مابین جمع تمسخر میکنه، توبیخ میکنه، سرزنش میکنه، وقتی که او را خدای نکرده لتوکوب میکنه، صدای خود سر از او بلند میکنه و باعث شرم اولاد خود میشه، باعث میشه که شخصیت درونی از او را، روح روان از او را شکست بده، باعث شکست میشه و باعث میشه که اولاد دیگه جرأت پیدا نکنه که وارد یک جمع شوه. و مخصوصا توصیه میکنم به خانواده های عزیز، اولاد خود مابین جمع هیچ وقت توبیخ نکنید، مابین جمع سرزنش نکنید. درست اولاد شما یک خطایی کرده مابین جمع، شما یک چشم چپ نگاه کنین کافی است،